نه ایجاد نکنن، نگفت. دیگه مونده بود تا این که اومد سوئد، گفتم یادتو اون روز این کارو کردی. سلام، خیلی انسان شریفیه. خب همیانان عزیز، درود بر شما. ظاهرم میسین که من چند لحظه‌ای غافل بودم و نمیدونستم که ما روی ایر اومدیم. برحال از این بابت از اتاق فرمان و از شما بینندگان عزیز عذرخواهی میکنم. اجازه بدید که پیش از هر چیز سلام بکنم خدمت همه همیانان عزیزمون در هر کجایی که هستید و امیدوارم که همچنان برنامه رمز پیروزی رو دنبال بکنید و در مجموعه گفتارها و صحبتهایی که با نمایندگان و سخنگویان جریانات سیاسی مختلف در رابطه با مسئله اصلی این برنامه، یعنی پرداختن به مسئله چگونگی تشکیل یک نیروی آلترناتیو، یک شورای مدیریت یا هر چیز دیگری که بتونه در شرایط کنونی در کنار هم ما ضمن این که بهتر اینجا حالا بعد از این چندین جلسه صحبت و گفتگو که با دوستان مختلف داشتیم یه جنبندی مختصر بگم و اون اینه که شاید چون بعضی از شما میپرسید خب نتیجه این بحثا چی میشه، نتیجه این بحثا حداقل تا به امروز این شده که با هر کدام از صاحب نظران در رابطه با این موضوع معین گفتگو کردیم تقریبا همه اونها سر یک سری اصول و محورهای معین هم نظر بودن، چه مشروطه خواه بودن، چه جمهوری خواه بودن، چه چپ بودن، چه ملی بودن، چه کمونیست بودن و دیدگاه های مختلف سیاسی و ایدئولوژیک داشتن، اونها در رابطه با مسئله باور به دموکراسی تقریبا میشه گفت همشون یکسان فکر میکردن. علاوه بر اون در رابطه با مسئله حفظ تمامیت ارضی هم تمامی اونها باز هم به یک نوع نظر داشتن و همه اونها معتقد بودن به این دو اصل. اصل های دیگه هم بوده طبیعتاً که در دل شاید همین دو محوری که خدمتتون عرض کردم بتونه جا بگیره، به طور مثال جدای مذهب از حکومت که در درون دموکراسی به نوعی جا داره، اگرچه بحث مجزایی است و قطعا دوستانی که در این برنامه شرکت داشتن به این موضوع هم پرداختن. بنابراین ما داریم کم کم به چند اصل اساسی که میتونه زمین ساز همکاری و همسویی و همگامی و ائتلاف انواع نیروهای چپ و راست و میانه بشه داریم نزدیک میشیم و نزدیک شدیم. امروز همه ماها به یک نوعی برحال همین نکاتی که خدمتتون از عرض کردم رو بیان میکنیم. اما مهمان عزیز برنامه امروز ما آقای فریدون احمدی هستند. فریدون احمدی رو بسیاری از شماها میشناسید، چهره ایست که در تمام این سالها در عرصه فعالیت های سیاسی حضوری چشمگیر داشته. او متولد شهر گلپایگانه، دانشگاه علم و صنعت در رشته مهندسی ماشینسازی رو شروع کرده و درس خونده، اما در سال 50 به مدت یک سال و سال 53 هم به مدت 4 سال، یعنی تا زمان انقلاب، به خاطر فعالیت های سیاسی که در دانشگاه داشته در زندان به سر برده. در جریان انقلاب از زندان آزاد میشه و در رهبری سازمان جوانان پیشگام فعالیت خودش رو شروع میکنه. سازمان دانشجویان پیشگام سازمانی بود که در اون زمان متعلق به سازمان شریکای فدایی خلق بود، بخش دانشجوی این سازمان بود. عرض کنم که یکی از سازماندهان مقاومت بزرگی که در زمان انقلاب فرهنگی در همون دوران انجام گرفت بوده و به هر حال همین الان هم که داشتیم با هم صحبت میکردیم داشتیم راجع به همین موضوع با آقای احمدی صحبت میکردیم، خاطراتی که در اونجا پیش اومد و من صحبتهایی کردم که امیدوارم روی آنتن پخش نشده باشه چون داشتیم در مورد یک دوست بسیار نازنینی صحبت میکردیم. خب یک هفته اون مقاومت انجام گرفت، دانشجویان قدیمی یادشونه، اونایی که جوان بودن و الان شاید مانند من به هر حال به دوره کهنسالی به نوعی نزدیک شدیم.
عرض کنم که در اون زمان همطور که عرض کردم جزء سازماندهان اون اکسیون بوده و پس از کنگره اول سازمان فدایان در سال 1990 هم که رهبری سابق اون رو کنار گذاشت به مدت 18 سال عضو هیئت سیاسی این سازمان بوده و اکنون چندین سال از اون جدا شده. مدت 7 ساله که در اتحاد برای دموکراسی در ایران برای یک ائتلاف گسترده نیروهای اپوزیسیون فعالیت میکنه و اون فعالیت هم طبیعتاً حول امر دموکراسی است، همون نکته که خدمتون اشاره کردم، و برای گذار از جمهوری اسلامی و دبیر هیئت دبیران اتحاد برای دموکراسی در ایران هستند. به جناب فریدون احمدی عزیز سلام میکنم و تشکر میکنم از اینکه دعوت منو قبول کردن و در این برنامه شرکت کردن. درود بر شما جناب احمدی عزیز. درود بر شما و همه بینندگان عزیز. بسیار ممنونم از این دعوتی که صورت گرفت. خواهش میکنم. خب آقای احمدی عزیز، ما این یه سری سوالای کلیشه‌ای داریم از همه مهمانامون تو این برنامه تا به حال کردیم و این سوال رو هم با شما در میون میگذاریم. از اونجایی که شما اصولا گروهی هم که نمایندگیش رو به عهده دارید به نوعی هدفش مسئله ائتلاف بوده از ابتدا، ولی خب این ائتلاف هنوز به اون معنا صورت نگرفته. گروه های دیگه هم در این زمینه فعالیت کردن و من در گزارشی که از کنگره امسال سکولار دموکرات ها دادم در مورد نقش شما، حضور شما و دوستانتون و سایر گروه هایی که امسال به خصوص همگی با یک نیت خوب اومده بودیم که همه بحث اتحاد و ائتلاف رو پیش کشیدیم رو قبلا به بینندگان این برنامه بیان کردم، ولی حالا میخوام از خودتون بپرسم که آیا در شرایط کنونی تشکیل یک نیروی آلترناتیو تا چه اندازه ضروریه، چرا ضروریه، و شما بر اساس یکی از فعالان این جنبش، شاید بگیم جنبش دموکراسی خواهی و جنبشی که در جهت ائتلاف نیروها بوده، تا چه اندازه زمینه این رو آماده میبینید؟ خب نیازش سالهاست که احساس میشه و همطور که گفتید نیروهای بسیاری در این راستا تلاش میکنن، ولی از دیماه سال گذشته، از جنبش دیماه که گروه زیادی از مردم به خیابان ها ریختند و اعتراضشون رو به شکل اعتراض گسترده خیابونی نشون دادن، مسئله بسیار جدیتر شد. خواست گذر از جمهوری اسلامی و این ارزیابی که در چارچوب این نظام، در چارچوب اصلاح طلبی مسئله پیش نمیره و شکست گفتمان اصلاح طلبی دیگه نه فقط در سطح کنشگران سیاسی، روشنفکران کشور، بلکه در سطح مردم، توده های مردم به یک نیروی مادی تبدیل شد و این مهمترین عاملی است که شانس این که یک آلترناتیو جدی، آلترناتیوی که خودخوانده نباشه، جمعی خارج از کشور یا داخل کشور بدون اینکه پایه های اون رو استوار کرده باشند، برنامه ریزی کرده باشند، پایه ریزی کرده باشند، خود رو آلترناتیو بخونن. اینه که الان بیش از هر چیز زمینه مادیش آماده است و از طرف دیگرش ضرورتش بیش از پیش احساس میشه. یعنی نیازی نیست. من فکر میکنم همه مردم ایران با گوشت و پوست و استخون خودشون وخامت اوضاع رو درک میکنن و واقعا اخبار رو که ما هم همه در جریانش هستیم مثلا احتیاج به بازگویی نیست، ولی واقعا کشور داره به سمت نابودی میره در همه عرصه های حیات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی. نظام به بن‌بست رسیده، ایدئولوژیک، و میریم به سمت این که نظام فرو بپاشه. خب در چنین شرایطی واقعا ممکنه سناریوهای بسیار سیاهی آینده کشور رو به کام خودش بکشه. خب باید تلاش کرد که نیروهای دموکرات، نیروهایی که خواهان استقرار یک نظام دموکراتیک در کشور هستن، در کنار هم جمع بشن و بتونن امید بدن به مردم، امید بدن به ویژه به طبقه متوسط. طبقه متوسط خب حامل اصلی دموکراسی در همه کشورها بوده
و ما در دی ماه گذشته در حقیقت این محرومان جامعه بودند که بخششون وارد خیابان شدند، وارد اعتراض علنی شدند، ولی دیدیم که طبقه متوسط، بخش اخشار متوسط هراس داره از اینکه وارد چنین وضعیتی بشه بدون اینکه آینده براش مشخص باشه. میخواد یعنی تجربه گرفته و هراسی هم که تلاش کرده جمهوری اسلامی در مردم گسترش بده که اگر من برم ایران سوریه خواهد شد، ایران تخریب خواهد شد، ایران تجزیه خواهد شد. این تا حدودی عمل کرده. باید امید داد به مردم، باید ببینند که یک نیروی توانمند با صلاحیتی وجود داره که جمهوری اسلامی بره به هیچ، نه تنها هیچ اتفاقی نمیفته، تنها یعنی اتفاق منفی و بدی نمیفته، تنها راهیه که میشه ایران را نجات داد. برای همین ضرورت مطلق هم پیدا کرده و روز به روز هم فوریت بیشتری پیدا میکنه که این نیروها بتونن در کنار هم جمع بشن، مشکلاتشون رو حل بکنن و از بسیاری مسائلی که تاکنون عمل کرده و مانع اتحاد نیروهای دموکراسی خواه شده جلوگیری کنن و کنار بگذارن. آقای احمدی، شما به این موضوع اشاره کردید، آن این بود که طبقه متوسط احیانا تحت تاثیر این ادعای رژیم که گویا اگر این رژیم بره ایران ممکنه که تبدیل بشه به چیزی شبیه سوریه یا کشورهای از این دست، آیا شما استدلالی دارید که بتونید این اطمینان رو بدید به طبقه متوسط، به همه کسانی که یک چنین نگرانی رو دارن که بعد از رفتن اینها این اتفاق نمیفته؟ چگونه میشه واقعا جلوی این قضیه رو گرفت؟ یعنی این ادعای رو که معذرت میخوام، این ادعایی که این نگرانی که به هر حال رژیم سعی میکنه القا کنه به مردم، بفرمایید. همین که یک نیروی توانمند سیاسی شکل بگیره و مردم ببینند که مثلا آن چهره سرشناس مشروطه خواه، آن چهره سرشناس جمهوری خواه، جمعی بزرگ و قابل اعتنایی از توانمندترین نیروهای متخصص تو هر عرصه گرد هم اومدن و متمدنانه میتونن بسیاری مسائل رو، حل قطعیش رو به بعد واگذار بکنن روی یک میثاق عمومی و کلی، میثاق یا تعهدهای متقابلی که گوشهیش هم شما اشاره کردید، پایبندیشون رو اعلام بکنن و وقتی ببینن خب اعتماد جلب میشه، یعنی میبینن که خلای قدرتی وجود نخواهد داشت. اگر این رژیم فرو بپاشه که فرو خواهد پاشید، یعنی ما شک نکنیم به این سمت داریم پیش میریم که البته نمونه هایی داریم که فروپاشی اقتصادی به فروپاشی سیاسی سالها نیانجام میده، ولی مجموعه شرایط نشون میده که ما این نظام کشور ما رو به سمت یک فروپاشی اقتصادی داره میکشونه. حتی جام زهر دومی هم که بخوره که احتمال زیاد چنین خواهد شد، سر خواهد کشید و وارد توافق هایی هم با غرب و با دولت ترامپ به نظر میرسه خواهند شد، ولی مطلقاً هیچ مشکلی اساسی از این رژیم حل نخواهد شد، نخواهد تونست مشکلات اساسی جامعه رو پاسخ بده به هیچ وجه، و در نتیجه ما به سمتی خواهیم رفت که با فروپاشی سیاسی این نظام هم مواجه باشیم و شواهد زیادی هم دیده میشه که در این مسیر نظام داره پیش میره و از حالا باید آماده باشیم که مجموعه نیروهای اپوزیسیون داخل کشور و خارج کشور در یک همبستگی ملی و عمومی نشون بدن که خلای قدرتی وجود نخواهد داشت. بنابراین میشه از صحبت‌های شما به این نتیجه رسید که چه دولت آقای ترامپ با این رژیم کنار بیاد و چه نیاید، اصولا اوضاعی که در ایران حاکم شده به عنوان یک عامل اصلی است برای اینکه مردم ایران بتونن تکلیف خودشون رو برای رهایی از این وضعیت و تنگناهایی که به وجود اومده با این رژیم روشن بکنن. در نتیجه شما در هر دو حالت ایجاد یک نیروی ائتلافی وسیع رو از بین نیروهای مخالفین رژیم کنونی در ایران یک ضرورت میدونید. آیا این برداشت از صحبت شما درسته؟
بله دقیقا همینطوره. یعنی اقتصاد ایران که بخش بزرگیش زیر سلطه نهاد رهبری سپاه و به حساب مجموعه نهادهای غیر پاسخگو هست، این فساد گسترده که به طور کامل سیستماتیک هست و سرابهای نظام رو فرا گرفته، ساختار سیاسی معیوب ولایت فقیه و جمهوری اسلامی، این همه گسلهای حاد اجتماعی، این همه تبعیضات مطلقا غیر قابل تداومی که در ایران وجود داره، اینها هیچ کدوم قابل حل نیست توسط این نظام. خود نظام به اینجا کشونده، بنبست رژیم هست و با هر توافقی هم که با غرب صورت بگیره ممکنه یک مفرهای کوتاه مدتی براش به وجود بیاره، ولی راه حل دراز مدت نظام نخواهد بود. و حتی بعید نیست، خب قابل پیشبینی هست که تغییرات سیاسی به وجود بیاره، کودتاهایی صورت بگیره، سپاه از پشت که الان عملا هدایت کشور رو بر عهده داره، اداره کشور و سپاه و بیت رهبری که دارن بیان جلوی صحنه، دولت رو کنار بگذارن، یا از این مانورهای سیاسی، یا بخشی از اصلاح طلبانی که بیش از پیش عمل کرده استمرار طلبی و حفظ نظام رو عیان‌تر دارن دنبال میکنن، اونها رو برای چند سبایی فریب مردم بروی صحنه بیارن. ولی اینها هم چاره کار نیست، کل ساختار معیوب نظام به بنبست رسیده. آقای احمدی، برگردیم به اون دو موضوعی که من در ابتدا عرض کردم، یعنی مسئله دو اصل باور به دموکراسی یا نهادینه کردن دموکراسی و همچنین مسئله حفظ تمامیت ارضی. اینها به عنوان دو تا محور تعیین کنندن در ایجاد ائتلاف و همکاری بین نیروهای مخالف رژیم، و خود شما میدونید که همواره در مورد این اصل دوم، یعنی مسئله حفظ تمامیت ارضی، نوعی بدبینی و نگرانی از سوی برخی از محافل سیاسی و گروه‌های سیاسی همیشه وجود داشته. با توجه به اینکه کشور ما یک کشور چند قومی است و از اقوام مختلف تشکیل شده و برخی از این اقوام دارای تشکل‌های سیاسی هستند، یا به هر حال تشکل‌های سیاسی که به نوعی نمایندگی اونها رو یا خودشون رو نماینده اون اقوام میدونن و خواستا و مطالبات اونها رو عمدتاً بیان میکنن، چگونه شما میتونید تعریفی رو ارائه بدید که این نگرانی وجود نداشته باشه و در این حال رضایت نمایندگان سیاسی این جریانات قومی در ایران هم تضمین بشه که اونها هم در این ائتلاف بزرگ شرکت داشته باشن؟ چون بدون نمایندگی فکری این جریانات قومی طبیعتاً این ائتلاف کامل نخواهد بود. شما در این رابطه چه توضیح دارید بدید؟ خودتون مؤلفه رو شما ذکر کردید، یکی امر دموکراسی و یکی هم تمامیت ارضی. در مورد دموکراسی، خب همه نیروها میپذیرند، حالا شاید برخی تحت برخی نیروهایی که خب هنوز به این ارزش به ذات دموکراسی معتقد نیستند و اون رو با صفاتی توضیح میدن، اون رو کنار بگذاریم. ولی مسئله اینه که پروژه های واحدی صورت بگیره. ما تا حالا مثلا در میان جمهوری خواهان به این گرایش رو غالب میدیدیم که حول شکل نظام آتی اتحاد های صورت بگیره، اتحاد جمهوری خواهان ایران و یا نام های دیگری که وجود داشت. در میان مشروط خواهان هم باز حول نظام آتی مشروط سلطنتی یا مشروط پادشاهی مشروطه، یعنی نظام آتی، این مسئله مردم ما فعلا نیست، مسئله استقلال نظام دموکراسی هست و یواش یواش داره پذیرفته میشه که اتحادها صورت بگیره حول یک سری مبانی، این اختلاف را به رأی مردم واگذار کنن در مجلس مؤسسان و بعد از اون، و تفکیکی داره ایجاد میشه بین وظایف حزبی، این که وظایفی که احزاب باید دنبال بکنن، مثلا در مورد نوع سازماندهی اقتصاد،
لیبرالیستی باشه، سوسیالیستی باشه، سوسیال دموکراتیک باشه، اینا داره به بعد خوشبختانه یواش یواش حل میشه که اینا وظایف حزبیه، ما باید به یک سری وظایف فراحزبی ملی بپردازیم. نکته دوم، وظایف دوم، مسئله یک پارچگی کشور، تمامیت ارضی که شما ذکر کردید، دقیقا بدون ایجاد توافق گسترده ما نمیتونیم اون آلترناتیوی که جمع بزرگی از نیروهای سیاسی کشور رو دربر بگیره، اون از آن خودشون بدونن، بهش اعتماد بکنن رو ایجاد بکنیم. باید قبلش گفتگو کرد و توافق کرد، روی بعضی اصول توافق کرد. یکیش مسئله همه تمامیت ارضیه. از اون طرف هم باید اشکالی از عدم تمرکز پذیرفته بشه، یعنی نیروهای تمرکزگرای قبلی یا نیروهای دموکرات نشون بدن که متحدن به این که قدرت در سطح کشور تقسیم بشه، نه تقسیم قومی بلکه تقسیم جغرافیایی، چون و گفته میشه حالا فدرالیسم قومی یا فدرالیسم ملی یا هر نامی که میخوایم. اولا دعوا حول واژه ها رو باید کنار گذاشت. دهه هاست و سال ها که حول این که ملت هست، ملیت هست، قوم هست، اینها بحث میشه. واقعیت اینه که همه این مفاهیم، مفاهیم ترجمه شده غربی است. بهتر همون لغات چیز رو هم به کار ببریم که سر از واژه ها نخواهیم به مفاهیم برسیم، بلکه برعکس باشه، از یا به مقصود سیاسی برسیم. مثلا این اختلافات اتنیکی که وجود داره، تفاوت های اتنیکی که وجود داره، باید به اتنیک های مختلف ایران نمایندگان سیاسیشون، نماینده جوامع مدنی و جنبش های مدنیشون این اطمینان ایجاد بشه که در فردای ایران حقوق تمام انسان ها برابرند، تمام ایرانیان صرف نظر از جنسیت، تعلق سنی، تعلق قومی یا ملی یا اتنیکی، اعتقادات مذهبی یا عدم باور به هر مذهبی، این اطمینان ها در یک منشور عمومی به توافق کلی عمومی رسیده شده باشه تا اون اطمینان ایجاد بشه. و قبلش باید این کار بشه و خوشبختانه این کار در حال انجامه. یعنی من با خب شناختی که دارم، تماسایی که دارم، میبینم که این گفتگوها داره صورت میگیره و در حال پیشرفته. ما از اون تخاصم های یکی دو دهه گذشته فاصله گرفتیم و یواش یواش این امید داره ایجاد میشه که روی یک سری مفاهیم کلیدی و سری مراحل پایه‌ای توافق های جدی صورت بگیره. آقای احمدی، شما اشاره کردید که نباید به بعضی از کلمات یا بعضی از مفاهیم زیاد حساسیت نشان داد و منم باهاتون موافقم، منتها متاسفانه به دلیل همون بدبینی و یا درکای نادقیقی که ما از برخی از مفاهیم داری، گاه همدیگر رو متهم میکنیم به اینکه فرضاً شما تمرکزگرا هستید یا اینکه مثلا تمرکزگرا نیستید. به طور نمونه میخوام خدمتون بگم، شما در آلمان زندگی میکنید و من در سوئد. در همین سوئدی که من زندگی میکنم، برای شباهت های زیادی هست تو کشور اروپایی. هر شهرداری، هر محلهی برای خودش یک پارلمان کوچیک داره، مردم نمایندگان مناطق مختلف شهری، یعنی همین شهر استکهلمی که من درش زندگی میکنم، از بیست و چند شهرداری و به اصطلاح شهرک ها تشکیل شده که خودشون اونجا پارلمان کوچیک دارن. هر سال بودجه معینی از طرف دولت مرکزی در اختیار این شهرداری ها گذاشته میشه و شهرداری ها با نظارت مردم خود همون محل نیازهای منطقه خودشون رو برطرف میکنن. اگر میخوان درمانگاهشون رو گسترش بدن، اگر میخوان کودکستان جدید بسازن، اگر میخوان یه مدرسه جدید بسازن، اگر میخوان یه سینمای محلی درست بکنن، همه اینها بر اساس نیازهای مردم اون منطقه انجام میگیره بدون اینکه دولت مرکزی کوچکترین دخالتی بکنه. چون مردم در این جوامع تربیت شدن بیش از 100 ساله که این کشور داره به این شکل اداره میشه و هر روزم اتحاد و وحدت مردم این کشور، کشوری مثل سوئد، قوی تر میشه. شما تو هر محله‌ای از سوئد که برید
پرچم ملیشون رو بر سر خونه هاشون میگذارن. میتونه این طرف چپ باشه، کمونیست باشه، میتونه لیبرال باشه، میتونه مسیحی باشه، ولی این عشق ورزیدن به ملیتش، به تمامیت ارضی کشورش کاملا تو تمام رفتارها و عملکرد اینها مشهوده. چرا ما ایرانی ها با توجه به این مسئله که نمونه های از این فرم اداره جامعه در دنیای پیشرفته و مدرن امروزی داره انجام میگیره باید به اصطلاح وحشت داشته باشیم؟ چون شما اشاره کردید به حکومت غیر متمرکز، میخوام یه بار دیگه درباره این موضوع توضیح بیشتری بدید. وقتی میگید حکومت غیر متمرکز یعنی چی؟ یعنی اینه که فرضاً فردا اگر من در خراسان هستم میتونم برای خودم اونجا یک ارتش خراسان درست بکنم، یه پایگاه نظامی مستقل درست بکنم، یا در امور معینیه که مردم خراسان میتونن تصمیمات منطقه‌ای رو بگیرن برای آبادانی، پیشرفت و ترقی منطقه‌ای که در زندگی میکنن؟ اینو اگر ممکنه مقدار توضیح بدید. دقیقاً مطابق اون الگویی که کمابیش شما هم توصیف کردید در مورد سوئد، طبیعیه توی حکومت‌های غیر متمرکز بعضی اختیارات بودجه بندی عمومی و سراسری کشور، ارتش ملی، سیاست خارجی و بسیاری این امور یک قانون اساسی متکی بر منشور جهانی حقوق بشر و غیره، اینها همگانیه. اگر حتی حکومت‌های محلی هم یا حساب پارلمان‌های محلی وجود داشته باشه، مثلا فرض کنیم نمیتونه یه جایی قوانینی مثل قوانین کنونی جمهوری اسلامی رو پیاده بکنه، چون مثلا اون پارلمان محلی اون تصمیم رو گرفته. یه سری قوانین سراسریه و یک سری به قول معروف بعضی اختیارات معین داده میشه. اما دو نکته رو اجازه میخوام تأکید کنم. یکی اینکه واحد حساب کمترین واحد اون جامعه در حقیقت شهروند ایرانیه در وهله اول. یعنی اگر ما به اون جامعه غیر متمرکز برسیم، اون جامعه غیر متمرکزی در حقیقت پیشرفت هست، عقب رفت به گذشته نخواهد بود که این شهروند ایرانی سر جاش بمونه. یعنی من که متولد یک شهری هم که فارسی زبان هستم، اگر رفتم در شهری در کردستان برای یک مقام کاندید شدم و رأی آوردم، من میتونم اونجا این مسئولیت رو داشته باشم، لزوما نباید کرد باشم. یعنی هویت انسان ها ایرانی بودنشونه و هویت دومی طبعا دارن یا کردن یا که بسیارم خوبه. یعنی این فرش زربافت ایران رو غنی میکنه، این تفاوت های ملی، قومی، اتنیکی، هرچی که بگیم. ولی در این چارچوب عدم تمرکز جغرافیایی، فدرالیسم اگر اسمشو بذاریم جغرافیایی، نه اینکه واحد مثل عراق کنونی که هویت انسان عراقی از بین رفته، ما یا کرد هست یا بر اساس مذهبشه یا شیعه است یا سنی، نه، این باید واحد اولین واحد شکل دهنده اون جامعه شهروند عراقی یا شهروند ایرانی باشه، در وهله دوم هویت های دیگه خب میاد وسط. و این مهمه. نکته دوم تو این زمینم اقتصاد نفتیه در ایران که به هر حال بخش مهمی از اقتصاد متکی بر نفته. یعنی تا سالها و دهه ها هم شاید این چنین خواهد بود که حالا تلاش خواهد شد که کمتر بشه سهم اون، ولی معنیش اینه که مانند بسیاری کشورهای دیگه که هر کدوم به نوع استقلال مالی دارند و بخش‌های مرفه‌تر در جدایی پیدا می‌کنند، مثل شمال ایتالیا، مثل کاتالونیا، اسپانیا، که چون مرفه‌ترند میگن چرا ما بخش بزرگی از سهم کل کشور رو باید به دوش بکشیم، در اقتصاد نفتی اینجوری نیست. یعنی اون مفاهیم فدرالیستی
عیناً انتقال پیدا میکنه بر اساس تفاوت‌های اتنیکی قابل انتقال اینجا نیست. یعنی مناطق محروم آخ محروم‌تر خواهد شد غیر از خوزستان بر اون مبنا اگر بخوایم پیش بریم. اینه که باید نوع ایرانی عدم تمرکز رو پیدا کنن، پیدا بشه. یعنی شاید دو سه دهه هم تازه بعد از استقرار دموکراسی طول بکشه تا یک ساختار واقعی مبتنی بر شرایط ایران پیدا بشه که بتونه جواب همه مسائل رو بده. ولی در مقطع تحولات جدی سیاسی یک توافقهای عمومی به نظر من کفایت میکنه. آقای احمدی، یکی از نکات دیگری که معمولا مورد بحث قرار میگیره، اگرچه الان که خیلی کمرنگ شده، ولی برای من میخوام نظر گروه شما و خود شما رو در این رابطه بپرسم، مسئله تعیین فرم نظام آینده ایرانه. یعنی بعد از کنار زدن جمهوری اسلامی ایران، شما و گروهتون در این رابطه چگونه فکر میکنید؟ آیا برای تعیین فرم نظام آینده ایران حساسیتی وجود دارد جانب شما، یا اینکه معتقدید که باید به آرای مردم مراجعه کرد در یک رفراندوم مستقل؟ خب در اتحاد برای دموکراسی، من خودم جمهوری خواهم، طرفدار نظام جمهوری هستم، ولی در اتحاد برای دموکراسی اصلا ما برای این مبنا شکل گرفتیم که مجموعه باشه از نیروهای با گرایش‌های مختلف. شما میشناسید بسیاری سرشناسان این گروه رو از اسلام خواهان گذشته بودن که الان طی چند دهه گذشته تغییر پیدا کردن، چپهای گذشته تا چپهای کنونی تغییرات روشن و معینی پیدا کردن، مشروطه خواهانی هستند که به گونه گذشته نمی‌اندیشند، از نظام گذشته دفاع نمی‌کنند، یک نظام پارلمانی دموکراتیک مشروط پادشاهی رو پیشنهاد می‌کنند. ما این مجموعه هستیم و فکر می‌کنیم این الگوی خوبیه که بتونه نشون بده که اولا ما میتونیم با گرایش مختلف کنار هم برای اهداف مشترک پیش بریم، و اونجایی هم که میرسه به تعیین کنندگی نظام، رأی مردمه، تنها داور نهایی رأی مردمه. مراجعه به یک رفراندوم یا تدوین قانون اساسی جدید بر اساس مجلس مؤسسانی که با اراده آزاد مردم شکل گرفته، در اونجا هست که این مسائل تعیین میشه، فرم حقوقی به خودش پیدا میکنه. قبل از اون به نظرم خب هر کدوم از این گرایش ها نباید به قول معروف، به قول دوست مشترک منابع شریعت مداری، پرچم خودشون رو زمین بگذارن. هر که خب میتونه بره اون تبلیغ مشروطه خواهی رو بکنه، اون یکی هم تبلیغ جمهوری خواهی که این نظام بهتریه برای ایران. ولی از دو چیز باید حذر کرد، یکی این که دعوایی که بعدن حل نهاییش رو باید بعدن انجام داد، الان مانع اتحادها بشه، و یکی هم در تمام این گرایش ها، چه اتنیکی که قبلا صحبتش کردیم، چه تمرکز گرایان، چه مشروطه خواهان و چه جمهوری خواهان، نیروهای افراطی هستند. و اینجا این وسط هم سمپاشی های ارتش سایبری و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به مددشون میاد و فضایی رو ایجاد میکنن که دائما این اختلافات رو دامن بزنن. باید آگاهانه جلوی این کار رو گرفت، اجازه نداد که این دعواها رو حاد کنن. اصلا مسئله امروز جامعه ما نیست دعوای بین جمهوری و مشروطه، مسئله امروز ما نمیدونم دعوای اتنیکی حاد نیست. اینها رو بحث های بنیانیش رو باید کرد، پایه‌های توافق رو، نقشه راه مشترک رو ریخت و حل نهاییش رو به اون مجلس مؤسسان واگذار کرد. آقای احمدی، به نکته خیلی مهمی اشاره کردید، این که در به اصطلاح رسانه‌های مجازی فعالیت‌های عوامل حکومتی بسیار زیاده که در قالب طرفداری از این گروه یا از اون گروه سعی می‌کنن به اختلافات دامن بزنن بدون اینکه بشه به راحتی اینها رو شناسایی کرد. با توجه به توضیحاتی که شما دادید، چگونه میشه واقعا، بهتر اینطوری بپرسم،
آیا فکر نمی کنید وجود یک مرکزیتی که به یک معنا همان نیروی آلترناتیو یا برای یک شورایی که نمایندگی بکنه بخش های مختلف گروه های اپوزیسیون رو بتونه حتی به این اشکال به این به اصطلاح به این جویره که دشمن میسازه در بین نیروی سیاسی غلبه پیدا کرد؟ یعنی نبودن این نیروی که نمایندگی بکنه به نوعی منافع بخش های مختلف مردمان کشور ما رو باعث شده که دشمنان مردم و عوامل حکومتی عرصه رو باز ببینن و هر نوع به اصطلاح ابتکار رو به کار ببرن برای مسموم کردن این جو، برای به هم زدن روابط بین نیروهای اپوزیسیون. آیا واقعا این رو شما خودتون حس میکنید که وجود اون نیروی آلترناتیو تا چه اندازه میتونه نقش آفرین باشه برای کنترل همه امور، از جمله در برابر این تهاجم به اصطلاح سایبری که شما بهش اشاره کردید؟ دقیقا همینطوره آقای اعتمادی. من فکر میکنم اون نیرو شکل بگیره، اون جمع که احتمالا یا امیدوارم اعتبار کافی هم داشته باشه که بتونه این تأثیر رو بگذاره، قطعا محدود خواهد کرد این تقابل ها رو و دامنه تأثیر تخریب های نیروی ارتش سایبری و نیروهای وزارت اطلاعات رو. یک نکته دیگه هم کمک میکنه به این قضیه، به نظر من برآمد روشنتر آشکارتر و تقابل آشکارتر سرآمدان هر گرایش سیاسی با افراطیون خودشون خیلی علنیتر و روشنتر و سریعتر مقابله بکنن، مخالفت بکنن و این ایزوله میکنه صف اون افراطیون رو که تصمیم بگیرن و خودشون رو یا عیناً مثل نیروهای وزارت اطلاعات رژیم بشن یا اینکه اصلاح کنن. و این افراطیون در تمام گرایش های سیاسی هم هستن، در میان مشروط خواهان هستن، در میان جمهوری خواهان هستن و اتنیک هستن و غیره و غیره و ناسیونالیست های ایرانی توی جمعه. از هر کدوم از این گرایش ها سرآمدانشون باید خیلی روشنتر و صریح‌تر در مقابل این نیروهای افراطی مقابله کنن. خب و الا بله بفرمایید. نخواهیم و الا اوضاع همینطور که هست پیش خواهد رفت و تخریب خواهند کرد بعضی مناسبات رو. خب آقای احمدی، توی بحثایی که در رابطه با مسئله ائتلاف و همکاری گروه های مختلف میشه، دو تا نهاد رو زیاد ما میشنویم که به زبان میاد، یکی مسئله نیروی آلترناتیو، یکی دولت موقت. در مورد نیروی آلترناتیو هم باز تعریف های مختلفه. این نیروی آلترناتیو آیا پیش از انقلاب، یعنی پیش از به هر حال کنار زدن رژیم شکل خواهد گرفت؟ و اگر این چنینه، این نیروی ائتلاف چه ویژگی هایی داره به زمانی که ما داریم از حضور گرایشات مختلف در این شورای مدیریت در این نیروی ائتلاف صحبت میکنیم؟ آیا این بدین معناست که نیروی ائتلاف همگی یکسان فکر میکنن یا این که همطور که خود شما اشاره کردین دارای تفکرات مختلف میتونن باشن این آدم ها، حالا چه به عنوان نمایندگان گروه ها احزاب میان تو نیروی ائتلاف چه به صورت فرد؟ این مسئله است که مورد پرسش قرار میگیره. امیدوارم منظور منو متوجه شده باشید تر این سوال. بله امیدوارم درست متوجه شده باشم و فکر میکنم که در مورد بعضی اهداف خب باید توافق عمومی وجود داشته باشه در اون جمع ائتلافی، در اون جمع که خودش رو به عنوان نیروی که میخواد دوران گذار رو مدیریت کنه، گذار از جمهوری اسلامی رو. خب این قبل از اون تحول اساسیه، ولی وقتی تحول انجام شد دیگه مسئله رو هوا میمونه و معلوم نیست سرنوشت کشور به کدام سمت پیش بره. ولی تو زمینه‌های مختلف میتونن عقاید مختلف داشته باشن، در زمینه سازماندهی اقتصاد، در مورد بسیاری مسائل. و من فکر میکنم که جامعه 80 میلیونی ایران که به تقسیم بندی های
یک شکاف نسلی داریم، بنابراین باید در اون جمع هم نمایندگان جوانان حضور داشته باشند، هم نمایندگان حساب کسانی که استخوان خرد کردن در عرصه سیاست و به اون اصول گذر از جمهوری اسلامی، نفی جمهوری اسلامی و استقرار یک نظام دموکراتیک پایبند هستند. مسئله شکاف جنسیتی هست، حتما زنان ایران باید در اون نقش مؤثر داشته باشند و ببینند که میره به سمتی که کلیه نابرابری‌های حقوقی زن و مرد رو نفی بکنه و قبول نداشته باشه و اون رو در قوانین بازتاب بده. همچنین اتنیک رو گفتیم، نمیدونم کارگران ایران، این رهبران جنبش های میدانی منطقه‌ای که الان میبینیم این چنین فعال هستن در عرصه جنبش های مدنی، در میان معلمان، در میان مالباختگان، در میان کارگران، دانشجویان، اینا هر کدوم باید در اون شورای مدیریت گذار حضورشون رو ببینن، حضور داشته باشن. و همچنین بخشی از نخبگان سیاسی کشور که طی 14 دهه گذشته به دلایل مختلف مجبور به ترک کشور شدن، به هر حال اینا جزی از سپهر سیاسی کشور هستن، نخبگان سیاسی کشور هستن و اینها نقش دارن، خب و نقش مهمی هم تو این مرحله دارن. به این دلیل که در ایران مطلقاً به دلیل شدت خفقان و سرکوب اجازه شکل‌گیری چنین هیئتی، شورای مدیریت گذاری نخواهند داد و به شدت سرکوب خواهند کرد، حتی با کشتار ممکنه مواجه بشه، ولی در خارج این امکان رو دارن که با تکیه بر عمدتا نیروی داخل سهم بسیار مهمی در شکل‌گیری این هیئت گذار، این شورایی که مدیریت دوران گذار رو میخواد مدیریت کنه ایجاد بکنه. خب 2 دقیقه وقت داریم، آخرین سوال. شما در یک دوره از فعالان سیاسی چپ ایران بودید و الان هم از جمهوری خواهان ایران هستید، اما در بین جمهوری خواهان و چپ های ایران هنوز این آمادگی برای پیوستن به یک ائتلاف بزرگ و سراسری وجود نداره. شما به عنوان یک رفیق قدیمی چپ و به عنوان یک جمهوری خواه پیامتون به این دسته از دوستان ما چیه؟ با عرض معذرت اجازه بدید یه مقدار تصحیح کنم. من کماکان چپ هستم، یعنی چپ سوسیال دموکرات هستم الان. بله. و سوسیال دموکراسی در ایران معتقدم. شکل نظام آتی رو فکر میکنم که جمهوری، ترجیح میدم به جمهوری اگر قرار به رأی دادن باشه، ولی فکر میکنم میتونه نظام مشروطه پادشاهی دموکراتیک هم در ایران پا بگیره، ولی شخصا با سطح دانش کنونی فکر میکنم جمهوری خواه هستم، ولی با هیچ تشکل جمهوری خواهی کار نمی کنم، یعنی هویت سیاسی به عنوان جمهوری خواه نیست. پیامم به دوستان چپ اینه که در ایران مسئله عدالت اجتماعی مسئله حیاتی و کلیدیه. نیروی چپ در ایران نیروی تأثیرگذاریه، اهمیت خودشون رو به حساب درک بکنن، اهمیت تاریخی این قضیه رو هماهنگ بشن با این نیروی عظیمی که داره راه میفته، این قطار جدی که داره مسئلهش هم سرنوشت کشوره. و امیدوارم که بخشی از چپهای ما که هنوز اسیر بعضی دکمهای ایدئولوژیک هستند در زمینه ضدیت با غرب، در زمینه ضدیت با آمریکا، با این سیاست و اون سیاست این کشور و اون کشور میشه مخالفت کرد، ولی مشابهت هایی که در این ایدئولوژی وجود داره داشت، این رو امیدوارم این دوگما، این چارچوب های فکری شکسته بشه و سهم تاریخی خودشون رو در این حرکت همگانی پیدا بکنن. آقای فریدون احمدی، بسیار سپاسگزارم که در این برنامه شرکت کرد. منم بسیار از شما ممنونم خاطر دعوت. همیانان عزیز، در اینجا به پایان وقت برنامه امروز میرسیم. به اتفاق آقای فریدون احمدی از همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا فردا ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران، 8 صبح به وقت لس آنجلس و 5 بعد از ظهر به وقت اروپا. شاد و پیروز و سربلند باشید.
شب روزتون خوش.